بینندگان خوب برنامه مزن. خدا کنه هر کجای کسید از صحت کامل خوب برخوردار باشید. من فرخنده ایسانیار امروز در کارتی 4 در یکی از رستوران های خوب به نام آشک آمدیم و خودم هم امروز بسیار دلم آشک شده. میخوایم طرز تهیهش، طرز پختش هم خودم هم برای شما معرفی کنم. تا آخر برنامه با ما باشید. برنامه مزه یکی از برنامه هایی است که جدیداً به فعالیت آغاز کرده و این برنامه برای شما طرز پخت غذاهای مختلف هر نوع غذاهای داخلی و خارجی را به شما به معرفی میگیره. خب برز سلام و خسته نباشی خدمت تمام بیننده های عزیز و خودت. تشکر. نک نطاق بسیار مقبول و زیبا و قشنگ در کنار خود دارم. خب در این رستوران که قسم از نامش پیداست رستوران تا آشک، ما اکثرا همراه همکاران خود بعد از این که کار خود تمام میکنیم به خاطر تفریح جمعیم و یک آشک بسیار مزه‌دار هم داره، حتما نوش جان کنین. تشکر، زنده باشین. شما همیشه جمعین فقط آشک فرمایش میدین یا دیگه غذا رو میخورین؟ خب دیگه غذا رو میخورین ولی آشکش مزه‌دار است. بریم ببینیم دوستا که آشک که تعریف میکنن چگونه یک مزه داره که کلا گیره قدر به خود جلب کرده. تشکر، زنده باشین. تشکر از اینکه وقت بسیار مقبولتان بر ما دادین. بسیار زیاد تشکر. خب برید آقای عزیز به طرف آشپزخانه بریم تا طرز تهیه پخت آشک خوشمزه که همگی تعریف میکنن ببینیم. فعلا ما در داخل رستوران آشک هستم و بریم طرز پخت آشک را میبینیم که چگونه آشک پخته میشه و چگونه آماده میشه. ما رو تعقیب کنید. گان خوب برنامه مزه. قسمی که می‌بینید در کنار ما آقای سلطانی بنیانگذار اصلی رستوران آشک است که می‌خوایم از دهن خودشان خود معرفی کنن. قسمی که شما معرفی کردید نام صفی الله سلطانی است، مؤسس یا بگویم بنیانگذار یا رئیس کافه و رستوران آشک. حضور شما را به رستوران ما خوش آمد میگم و امیدوار هستم برنامه خوب با هم داشته باشیم. تشکر، زنده باشید. دوستای عزیز حالا به طرف آشپزخانه بریم تا طرز پخت آشک را به شما به معرفی بگیریم. خب دوستا حالا ما آهسته به طرف به سمت آشپزخانه میریم. سلام علیکم. سلام 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 سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سعدار خوب جان سنجو. آقای سلطانی شما برام بگویید که دیاش رستوران غیر از آشک دیگه چی نوع غذا پخته میشه؟ در کوشش میکنیم ما غذای سنتی داشته باشیم. ما شرق منتو غذای هوسانه به حساب دورانی هست، مثلا های خانم هست، غذایی که بیشتر در رستورانت های کژوال، در رستورانت هایی که فیلان بیساز شده، کافه و رستورانت خصوصا در شهر کابل، در این رستورانت ها غذا پیدا نمیشه. کوشش میکنیم که اون غذایی که نسبتا به دیگر رستورانت ها کمتر است یا یک نیست، همون غذا را در اینجا معرفی کنیم به مشتری. بسیار خوب است. یک نوآوری است واقعا، عالی است. تشکر. قبلا به نام هوسانه جای دیگه جور شده بود اما او بالاخره بلد کارایی نداشت، یک منطقه خاص بود. حالا او رستورانت ها باید مناطق مختلف باشه تا اینکه بتوانن مشتری ها به آسانی دسترسی داشته باشه. زیادتر مشتری هایی که اینجا میای چی رو زیاد فرمایش میده؟ کدام نوع غذا رو زیادتر فرمایش میده؟ بخاطر از اینکه نام رستورانت آشک نیست، از خاطر خاص به خاطر آشک میه. خب. بعد پلی از اون منطقه بولونی هم هست و بیشتر به خاطر کافه هم در پلی رستوران نام کافه هم اضافه کردیم. معمولا به کافی و چای و کیک هم اینجا مراجعه میکنن، میان اونجا میکنن، اما خاطرشان که میخواین تصویر از دغدغه‌های بیرونی، آلودگی هوا، سیاست، آلودگی اجتماعی، آلودگی مذهبی، دور از تمامی از آلودگی ها بیان در اینجا یک وقت خوش سپری کنن. تشکر، زنده باشین. قسمی دوستای عزیز شنیدین رئیس رستوران هم بر ما گفت اشخاص مختلف در اینجا می غذاهای مختلف میخورن. زیادتر غذایی که اینجا فرمایش میشه فرمایش میدهن لذیذترین غذای ما و غذای مزه‌دار ما که هست آشک است. حالا میریم به طرف آشپزخانه تا طرز پخت آشک به شما به معرفی بگیرم. بریم آقای سلطانی به طرف آشپزخانه. خب بینندگان عزیز قبل از اینکه آشپزی خود را شروع کنیم مهمترین چیز باید دستکش ها را بپوشیم. ببخشید باشی یک دارم دستای ما یک زده این دستکش درست پوشیده نمیشه. ببخشید دیگه از شما را گرفت کنیم. امروز علی ما یک جای آشپزی میکنیم. باش که ببینیم کدام مادر دست ماده آشپزی زیادتر روست، ما یا آقای سلطانی که صاحب رستوران دست. طبعاً که از شما آشپزی تاول نکردیم هیچ گاهی. فقط یک بار یک شوربا پخته کرده بودم که او هم نمیفهم از یادم رفته. فکر میکنم سوخته بود شوربا از بشه. چطور شوربا سوخته؟ بسیار جالب است. برو خوبه فقط هم شوربا پخته میکنم. مگر دیگه آشپزخانه بیرم آشپزخانه کنم وسایلش میدروزم میره. خب دستکش ها رو اون طرف میمانیم دیگه آیتایتش رو میکنیم. میشه که مواد لازمه که در آشک
در تهیه آشک ضروری هستن گندنه، چکه که البته به دیزاینش دیگه، خمیر است. خمیر آماده شده است، هم خودتان میتونید در خانه آماده کنید. اگر من واری یک آدم تنبل باشید میتونید از این خمیر بازار استفاده کنید. اگر شما ماشاءالله با سلیقه و لایق هستید میتونید خودتان خمیرش آماده کنید. دیگه چیز خاصی نداره، فقط مرچ مساله داره، روغن به خاطر چرب کردن تاوه، پودینه به خاطر دیزاین سرش که را با داخل دسته چکم اندازیم، یام نعنا که به خاطر دیزاینش استفاده میشه. دیگه تخت دیگه خلاص، آیسته آیسته شروع میکنیم. اول من پر کنیم یا شما پر میکنیم؟ آقای سابقه میزنیم، ده تایش شما بگیریم، ده تایش همه میگیرم. ارکز زیدار کنگست. خوب دوستای عزیز، دیگه ما و آقای سلطانی مسابقه خود شروع میکنیم، هم برای شما طرز پخت آشک میگیم که چیگونه پخته میشه. البته برای فعلا تنها پر کردنش میگیم، باز خورمه و وسایل دیگه شه برتان پسان میگیم. خود دیگه آقای سلطانی شروع کنیم. خب اعداد بخوریم، یک سه سرچپه درست دل یک دوستای عزیز، پس یک میبینین من برنده شدم، یعنی آشپز رئیس و آشپز ما را بگویم من بردم. امروز من برنده شدم دوستای عزیز. من خودم اول برتان گفتم که من این گیم به این خاطر زدم که یک من برنده شدم. بله دوستای عزیز، من برنده شدم دیگه، باقی ماندهش خود آقای سلطانی پر میکنه. اگر میخوای کمکتان کنم. اگر راست تو به ما فرینم که من در 9 تا رسیدیم شما در 10 تا پیدا کردیم، من فکر میکردم شاید من یکی را پر کنم شما کل شهر. خب قدر هم لایق نبودیم، چون یه پالی رئیس ایسا شدیم سایشان سر ماف دیدن. دیگه این آشکی است که ما و آقای سلطانی آماده کردیم. اول که قبلا اینجا ماندیم به جوش آمده، یا شکای ما را گرفت چرب کده روش بالای دیگه دیگه میمانیم، سرش بسته میکنیم ایده تخت پخته شده. بعد از اون میریم قرمی از ایره یام ساس از اون را آماده میسازیم. خواه باش که من سر دیگه واس کنم. نه داغ نیست قدر. ایره میجا میمانیم. تشکر سر شبه اینه باش اینه سر شبه بسته میکنیم، ایره به مدت 10 دقیقه یا 15 دقیقه میمانیم که خمیرای ما که هسته در اون تف هاو پخته شده. خب دوستای عزیز، تا وقتی که آشک ما پخته میشه، تا وقت ما دوباره مواد لازمه رو برای شما تکرار میکنیم. مواد لازمه به خاطر دیزاینش نعنای خشک، چکه و به خاطر خود آشک ما، خمیر آماده شدگی که در بازار است میتونی خودتان هم در خانه آماده کنی. خمیرش میتونی از آرد ترمیده، روغن، تخم، یک جای خمیر نه سخت نه نرم آماده کنید. با زور از ماشین آش یا از آشگاز بکشید، به شکل های مختلف و شکل استانداردش همیشه حلقه‌ای می باشه. شما میتونید حلقه‌ای آماده کنید. باز دیگه به خاطر پر کردنش میتونید از گندنه استفاده کنید. در داخل گندنه ما نمک، کمی روغن، نعنا، گشنیز میتونید داخلش اضافه کنید تا بتو یک آشک هم که خوشمزه و لذیذ برتان آماده شود. کسی هم که عاشق مرچ است، البته عاشق مرچ نیستم، هیچ مرچ اصلا خوش ندارم، از اون خاطر من امروز ننداختیم. دیگه کسی هم که عاشق مرچ است، دیگه تو مرچ خور است، میتونه خوبم که یک مرچ تازه دهش پرده، کسی هم که نیست نمیتونه. دیگه مواد داخل از این میمانیم، سرچ بسته میکنیم به خاطر از این کمی مواد عاشق ما بیرون نشه، میتونیم از او استفاده کنیم. در بغلش از این از او گرفتم فشار بدیم، بغلش ماکن میشه، وقتی به داخل سر او میمونیم به خاطر پخته شدن خود واس نمیکنه. دیگه به خاطر قرمه هم قرمه به دلخواه خود آماده میکنیم. میتونی قرمه از کوفته آماده کنی، میتونی از لوبیا آماده کنی، میتونی از نخود آماده کنی، میتونی از دال نخود آماده کنی. خود دوستای عزیز، امروز ما از لوبیا برتان قرمه آماده کردیم که یه ماست سس روغن آماده گازگل کردیم که نسوزه تا وقت تا که آشک ما پخته شده. آشکای ما رو چیندن، بالاش چکه انداختن، آل قرمیش رو بالاش اضافه میکنن، اصل ترین موادش هست.
یک رنگ مقبول داره. ام طرف دیده هر کس سیر باشه گوش نمیشه. شک آماده شده، آخرین کارش مانده دیگه. این دیزاینش هم آماده شد، وقتش است که نوش جان شوه دیگه. یک قاشق میگیرم تا مزه شده ششم گیاهشکی که امروز ما آماده کردیم. چه خوشم است خوشمزه است. واقعا یک آشک بی‌نظیر است. یعنی من قبلا هم آشک خوردم اما به این اندازه خوشمزه نیست. بسیار زیاد خوشمزه هستن. انشالله که شما هم ویدیوی ما رو ببینید همت یک آشک خوشمزه و لذیذ در خانه آماده کنید خودتان. آقای وفا میشه مختصرا خدا بر ما معرفی کنید؟ خب ساحل وفا هستم، رئیس تیم مدلینگ فرهنگی افغان و رهبر اولین کلاسیک مدل در افغانستان که کلا فعالیت میکنم. 3 سال میشه در عرصه مدلینگ به افغانستان فعالیت میکنم و دستاوردهای خیلی حاضیات دارم در افغانستان و اعضای ما رسانه و اینا همشون با ما آشنایت دارن، دوستای اینا همشون. چطور شد که امروز به این رستوران تاشک آمدین؟ خب کلا ما در اوقات بیکاری در رستوران تاشک میاییم و با مدلای خود با اینا همش در رستوران تاشک بیشتر میاییم. کدام غذاها را اینجا بیشتر فرمایش میدین؟ خب از نامش پیداست که رستوران تاشک، ما خیلی ها علاقه به آشک داریم و زیادتر از آشک نوشجان میدیم. برتان تخفیف هم میده یعنی؟ خب کلن رئیسشون از ما را رفیق ماست، برادر ماست، خیلی ها دوستش داریم و زیادتر بامی رئیسشون که خیلی ها ما را احترام میکنن و در این رستوران ما میاییم و زیادتر وقتایی که ما غذا نوشجان میکنیم پیمنت نمیکنن. مگه میخوای که ویدیو امروز ما طرز پخت آشکم با طرز پختش شما بفهمین و صفحه یوتیوب ما رفته مزه سرچ کنید، سابسکرایب کنید، برنامه ما رو تعقیب کنید. انشالله که یک آشپز بهتر خودتان در خانه شوید. تشکر، زنده باشین، خدا حافظتان.